دفعه خاموش شد. هر کاری هم کردم نتونستم روشنش کنم. منم مجروح آزادی نرسیده به جیهون. تمام. زود ببرینش تو خانم دکتر از دیرو پیچ کنید اتاقه من بسیار زود باشید thank you.
مجروح جنگیه؟ بله. شما بیداری؟ ناصری چی شد؟ پرسیدم چی شد؟ شهید شد. خدا رحمتش کنه. هرچند اونا رحمت شده الهی هستن، معاون تیپ المهدی بود. میشناختیش؟ کیه که اونو نشناسه؟ سلام پسرم. سخته نه؟ خوب میشی. اجرتون با حسین خوب گل کاشتیم. بذار سرتو کمی بلند کنم. سلام، صبحتون بخیر. سلام علیکم. شما اسمتون چیه؟ اسم شما تو ورقه نیست.
سلام بر همه دلاورا. سلام علیکم. حقا که همه تون دلاورا. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خبری نشد؟ نه دوشنبه انشاءالله. انشاءالله. بفرما بابا. دست جونه. خیلی ممنون. سلام جوون. پسر منم جبهه است. همونجا که تو زخمی شدی. یه بار زخمی شده بود. مسئول توپ 106 بود. انگشتای دست راستش رو قطع کرد. وقتی تو بیمارستان دیدمش اول سلام اون داد. نبود تو بزنی چی؟ تو؟ از اولش بودیم تا آخرش هم باید باشی انگار نفهمیدی نفسم در نمیاد که چی؟ من بر میگردم همین میگردی کجا؟ هممون درگیرش بودیم یعنی من و تو حالا فهمیدم من بر میکردم تو بر نمیگردی Ah!
باشه اگه حرفی بزنی با هممون طرفی. خواب بودی؟ چی خورده به صورتت؟ تیر و ترکش که نبود؟ ها؟ به هر حال خوب میشه، فقط باید تحمل داشته باشی. البته ممکنه درد داشته باشه، مسکنم نمیتونه کمکی بکنه، حتی مورفین، فهمیدی؟ اون پشت خیلی خرابه، نه؟ دکتر، نمیشنوه. نمیشنوه؟ گوشش که چیزی نشده. شما ناراحتی شنوایی دارین؟ گوشش بسته است. یک کمی بلندتر بگین، میشنوه. بذار کمکت کنم. خداحافظ. خیلی ممنون. ببخشید دکتر. بله. ببخشید اگه اشتباه نکنم اسم این مجروح تو پروندهش نبود. ظاهرا پرونده شما رو گم کردن. لطف کنید اسم مشخصات خودتون رو به ایشون بگید. بقیهش دیگه با تعاونه. حل شد؟ بله. Thank you.
برادر، من اینجا مخفی. خیلی ببخشید بیدارتون کردم. من میخوام برم نماز. برادر، شما برا نماز نمیرین؟ پس اون زنگ بالا سرتون رو فشار بدید. اخوی نشنیدین؟ یعنی اینقدر ناقابلید؟ با منی؟ نه، سلامون علیکم. سلامون علیکم. با کی حرف میزنی؟ این بنده خدا ما رو قابل نمیدونه که جواب اونو بده. چی کارش داری؟ برا نماز میگم. خب به اون چه مربوطه؟ چرخ نیست؟ من میبرم تو. لا اله الا الله. خیلی ممنون. خواهش. نمازخونه از این طرفه. دکتر صبح بهتون سر میزنه.
سر بچون بس خیده خیده یه دقیقه صبر کنید. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ بنده نماینده تعاونم. ظاهرا پرونده‌هاتون گم شده. چطوره یه گوشه بنشینیم؟ موافقین؟ از این چیزا روزای اول حمله زیاد پیش میاد. این قرآنتون، این چرا قوتون، این کیفتون، این هم دینارای عراقی. انشاءالله یه روزی با ریال خودمون میریم کربلا. این هم یه نامه که تو وسایلتون بود. این مهر و جانماز، اینم عکس امام، این تسبیحتون، خوش به سعادتتون، عطر حمله است نه؟ اینم زنجیر، ببینید چه چیزایی همراهی خودشون بر میدارن. و اما این زنجیر، ظاهراً هر چیزی که باعث شناسایی شما بشه گم شده. ولی پلاک این زنجیر دیگه چرا؟ حالشو داری مشخصاتتون رو پر کنین؟ پیغام چی؟ برای پدر مادرتون نمیخواین خبرشون کنین؟ خیلی خوب، میذاریم برای یه وقت دیگه. اینا دیگه تحویل شماست. من حال شما رو میفهمم. مثل اون روزیه که پامو قطع کردن تو همین بیمارستان. فعلا خدا حافظ. وسایل مال شماست؟ تو جبهه عزیزترین وسایل یه رزمنده همین هست. اما متاسفانه مثل این که اینجا ارزششون رنگ باخته. خب، ارزان قبول. اما قرآن چی؟ اینم رنگ باخته است؟ این وسایل مال شماست. میشه یه سوالی بکنم؟ معنی این کار چیه؟ کلمات رو خوب میشنوید، خوب هم تجزیه و تحلیل میکنید، حتی میدونید کجا عکس العمل نشون میدید. کدوم آدم عاقلی باور میکنه که اینا عمدی نیست؟ ببخشید که سرتون داد کشیدم.
دست خودم نه. اجازه بدید قرآنو با خودم ببرم. صبر کنی. اینا هیچ کدومش مال من نیست. هیچ کدوم. نه، فقط اون زنجیر. زنجیر پلاک؟ نه، زنجیر طلا. پس اینا مونه کیه؟ من نمیدونم. پاک گیت شدم. من نباید اینجا باشم. خب مجروحای جنگی اینجا بستری میشن. منو چند تا از دوستان قرار گذاشته بودیم بریم شمال، البته با موتور. همین کارم شد. همین کارم شد. تو راه یه دفعه دل درد گرفت. نمیدونم، شاید از ساندویچ زور بود. حالم انقدر بد شد که بین راه از دوستام جدا شدم و برگشتم. دلم انقدر درد گرفته بود که نمیتونستم خودم رو موتور کنترل بکنم. وقتی رسیدم تهران شب شده بود. نمیدونم چطور چراغ قرمز رو ندیدم. فقط یه لحظه متوجه شدم که شاخهای تیراهن جلو چشامه. دیگه نفهمیدم چی شد. ظاهرا با صورت خورده بودم به تیراهن. قضیه این بود، وقتی چشم باز کردم بین شماها بودم. چرا به بیمارستان نگفتیم؟ حسابی شوکه شده بودم. من که ظاهرم فرق میکرد، چطور خودشون نفهمیدم؟ من حاضرم بریم محل تصادف و نشونتون بدم، البته اگه یادم باشه. میخواین من به جای شما اطلاع بدم؟ خانوادتون چی؟ خبر دارن؟ نه 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 نه، به اونا مربوط نیست. اصلا به هیچ کس مربوط نیست. برهان این زنجیر مال شماست. بگیرید. ولی تسبیح مال من نیست. بله، بعدا ازتون میگیرم. مجری نیست. یه سوال داشتم. بگید. این موضوع بین ما میمونه نه؟ میخواین که بمونه؟ بله. پس تا وقتی که بخواین. یه سوال دیگه بگی. چرا به من شک کردی؟ توی شهر کوچیک یه غریبه زود شناخته میشه، مخصوصا اگه خودشم بخواد غریبی کنه. منظورم روشنه؟ بله. خداحافظ. الله اکبر. سبحان الله. سبحان ربی العظیم و بحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله لمن حمده. الله اکبر. سبحان ربی العلا و بحمده. سبحان الله.
نه خیر آقای دکتر. بله چند تایی تخت خالی داریم. بسیار خوب. خواهش میکنم. خداحافظ. با من بیار. میتونین از همینجا شروع کنین. ببخشین برادرها، این آقایون اومدن با شما مصاحبه کنن. البته جز به کارهای درسیشونه. انشاءالله کمکشون میکنین. خب میتونین کاراتون رو شروع کنین. بفرمی، بفرمی. از همونجا شروع کنین. خب درش بیار. روشنش کن. لطفا خودتون رو معرفی کن. اول از همه سلام علیکم. سلام. سلام. اسم من مرتضی میرنوئیه. شما کجا مجروح شدی؟ من تو جزیره مجنون مجروح شدم. بیشتر توضیح بدی. بله. گروهان ما قرار بود به بچه های مهندسی رزمی تو کار نصب پلای متحرک نفر کمک کنم. همین کارم شد. خیلی سخت بود، چون باید تا غروب کارو تموم میکردیم. همگی رو آب بودیم. کارا به زحمت پیش میرفت. بیارینش جلوتر، جلوتر، جلوتر. بازم برو، 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 برو. آها، حالا خوبه. اونه هست، اونه هست، اونه هست. چرا وایسادید؟ مشغول شید بچه ها. با نیسید، کارتون رو بکنید، وقت تنگه. اونو بکش. راکتشو بل کرد. راکت زد. راکت زد. بخوابید. مشغول شی. سهم ما نبود. اینه که گراشو بگیره. به جنبید که کربلا نزدیکه. دیدی؟ ببینم مرتزا خسته شدی؟ نه، نه. پس یا علی؟ احمد بلند شو، بلند شو. دو نفر با من بیان. بجنبید بچه ها، بجنبید. شد باشید. تو اون حال چشمام دنبال یکی میگشت، همون پیرمرد. دلم میخواست
یه بار دیگه میدیدمش، اما نشد. خب اینم چجور زخمی شدنم. اگه پیامی برای دانش آموزان داریم بفرمایید. پیام؟ چی بگم؟ سیم کاردارا رو مثل اولش دوباره بستیم. با اینکه خیلی خون ازمون رفته بود، اما بالاخره تونستیم به خط خودی برسیم. دوستم زخمش کاری نبود، برای همین راضی نشد بره بیمارستان. اما من ترک شاک توپام جا خوش کردن، وزنم زیاد شد، اون وقت مجبور شدم کوتاش کنم. اگه پیامی برای دانش آموزان داریم بفرمایید. درس بخونین محکم و استوار، اما نه فقط شیمی یا فیزیک یا ریاضی یا حتی فارسی. سر کلاس شهید فهمیدم بشینید، از اونم درس بگیرید. خیلی ممنون. بریم سوال جدید کن. بب نداریم از همین استفاده میکنم. لطفاً خودتون معرفی کنین و بگین کجا مجروح شدین. سلام علیکم. لطفاً خودتون معرفی کنین و بگین کجا مجروح شدین. قبول نیست. پس من چی؟ شما خواب بودین. خب بیدارم میکردین. الان میایم پیشتون. نه 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 نه، نوبت باید رعایت میشه. خاموشش کن. ببخشین. بفرمایید. بفرمایید جلو. خب بفرمایید برادرای جوان، بنده آمادم تا به سوالات شما با کمال میل جواب بدم. خیلی حرفا دارم که برای اونها بگم، مخصوصا برای شما اون جوان. اما فعلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت. باشه، برای روزی که جنگ با پیروزی کامل سپاه اسلام تموم بشه، اون روز همه خواهند فهمید که چرا ما میگیم جبهه برای ما یه دانشگاه. خب روشن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد صالحی هستم و در جبهه مهران زخمی شدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. قبول باشه برادر. التماس. قبول باشه برادر. قبول باشه برادر. برادرها یکم مرتب بشین، یه عده دارم میام مراقبت. کجا هستن؟ همین بغله دارم میام. خیلی آروم و منظم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ سلام علیکم. سلام. خیلی ممنون. میشه بفرمایید چطور زخمی شدی؟ والا ما دو نفر ممنونیت داشتیم که بیاییم. سلام علیکم بله. ما هر روز دعا میکنیم که حال شما زودتر خوب بشه. انشاءالله.
حالتون چطوره؟ ما وقتی شما رو میبینیم دیگه از خودمون خجالت میکشیم که بگیم کاری برای انقلاب بکنیم. خیلی ممنون. ببخشید شما کجا زخمی شدید؟ خیلی ممنون. کجا؟ همین دورو برای. بله بله، انشالله هر چه زودتر خوب بشید. التماس دعا دارم. خداحافظ. سلام مرده، حال شما خوبه؟ برادرم، حیف گلو از بین بره. بدین بذاریم تو. گلو بذاریم تو. علیکم السلام. گرفته ای؟ شما اسمتون چیه؟ احمد، احمد صالحی. ظاهرتون به مجروح جنگی نمیخوره، کجاتون زخمی شده؟ من چند بار مزاحم این تختا شدم، اینقدر ترکش تو بدنم رفته که دکترها مجبور شدن چهالمو در بیارن. یک کمی هم از روده هام کوتاه کرده. حق داشتن، خیلی روده درازی میکرده. خب من گفتم حالا نوبت تو. من ناصرم. همین، ما تو جبهه گردان گردان عراقی شناسایی میکردیم، اما اینجا انگار خیلی عقبی. هرچی هست میدونین. تو از اینجا موندن ناراحتی؟ شما چی؟ خوشحالین؟ نه 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 نه، منظورم این نبود. سلام علیکم. علیکم السلام. بین ما بودن؟ نه. پس چته؟ هیچ. شاید از خودم. شبا بد میخوابی؟ چی؟ حرف میزنم؟ بلند بلند، اما مهم نیست. بستی قراره دوباره امنت کنه؟ بله. یکی از همین بچه های مجروح علاقه زیادی داشت بره سراغ اونایی که تازه از اتاق عمل بیرون میان و تو اون حال بهوشی سوالاتی ازشون بکنه. میگفت بهترین جوابا رو اون موقع میدن. چیزایی میبینن و میگن که ما یه عمر دنبالشی ما هنوز ندیدیم.
خنددار اینه که وقتی به هوش میان اصلا یادشون میره چی دیدن و چی گفتن. جالبه. آره. خب من دیگه باید برم. خدا حافظ. راستی قراره دوباره عملت کنه؟ من یه کمی تو فشارم. ببینید این ورقه پیشتون باشه تا فردا عصر اونو پر کنید. پس انشالله میبینم تو. خدا حافظ. ببخشید فردا صبحونه نخوره. فراموش نشه. خواهم. بله. برای چی؟ دکتر گفتن. Thank you.
فردا عصر. قرآن چه؟ معرفی کنید. برای چی؟ دکتر گفته. باشه چشم، گوشی دستتون باشه. جوابمو نگرفتن. من دلغش نیستم. دلغه؟ اینم جواب من نبود. من مثل شما نیستم. نمیتونم نقش بازی کنم. مثل ما؟ کی از تو خواست مثل ما باشی؟ تو خودت باش. باش. من حرفی ندارم. خیر پیش. سب کن. این مال توه. فکر کردی برای این اومدم؟ بستی این مال این جیبه. اصلا مال خودته. یادت هست؟ اونجا کیه؟ زیر بارون چیکار میکنی جوون؟ ساعت دیگه آماده باشید. فراموش نشه. اینو بدید به تاون. نام ناصر. نام
نام خانوادگی پویانفر، نام پدر بهرام، شماره شناسنامه 1653، صادر از تهران. عضو هیچ ارگان یا نهادی نبودم. سمت ندارم. محل زخمی شدن نمیدونم. چطور زخمی شدید؟ نیمه شب بود. داشتم با موتورم به طرف منزل میرفتم. حالم خوب نبود. سرگیجه داشتم. چشمانم سیاهی میرفت. همش در فکر پسر بچه‌ای بودم که با او تصادف کرده بودم. ناگهان با یک کامیون برخورد کردم. من مجروح جنگی نیستم. گرچه این حقیقت به ضررم تمام خواهد شد، ولی من مجروح جنگی نیستم. حتما فکر میکنید توطئه‌ای در کار بوده، ولی واقعیت این است که من خود خواسته به اینجا نیامدم. هنوز در حیرتم که چرا و چگونه در اینجا هستم. آن وسایل هیچ کدام مال من نیست، البته بجز زنجیر طلا. از اینکه در این مدت باعث سردرگمی شما شدم عذر میخواهم. امیدوارم حرفم را قبول کنید. غریبه‌ای که حالا دیگر چندان غریبه نیست، ناصر پویانفر. داره خوب میشه. دیگه احتیاجی به گچ نیست. زود جوش خوردم. اون چرکام کاملا طبیعیه. شما همه چیزتون عجیبه. جبهه رفتنتون، جنگیدنتون، حتی جوش خوردن استخوناتون. چند وقت پیش تو اورژانس جبهه بودم. یکی از امدادگرا ماجرایی رو برام تعریف کرد که خیلی لطیف بود. میخواید بگم؟ بله بفرمایید آقای دکتر. شما چی؟ حق دارید. این چیزا واسه شما تازگی نداره، ولی محکومید گوش کنید. میگفت رزمنده‌ای تو خط مقدم مجروح شده بود. به محض اطلاع رفتیم پیداش کردیم و منتقلش کردیم به آمبولانس. نه نه از شما بعیده. این که دردش کمتر از زخمه. نه تو رو خدا. ببین برادر، الان داره از بدنت خون میره. اگه همینطور ادامه داشته باشه، خدای نکرده از زخم. نه حال اونو که نذاشتیم. خدا کنه با آمپول انعقاد خون مخالف نباشه. باش فردا شب با دکتر قرار گذاشتم. پس مسئله اون داروها رو هم بهش بگو. آره اتفاقا تو فکرش بودم. خب شروع کن. اینو نکرده بودم. خوش به سعادتش. مطمئنت خالکوبی بوده؟ شرم مقدسیه.
نه؟ آخرش فهمیدیم اون بنده خدا کیه، اما شما را هنوز سعی میکنم درک کنم، سعی میکنم. دکتر. بله. من چند وقت دیگه اینجا هستم؟ اینجا بودن براتون سخته، نه؟ فکر نمی کنم بیشتر از یه هفته دیگه مهمون ما باشی. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. نامه رو دادین؟ علیکم سلام. نامه رو دادین؟ خیلی ممنون، حالم خیلی خوبه. شوخی رو بذارین کنار، نامه چی شد؟ باید میدادم. چی؟ تو گفتی بدم، نه؟ خب چیزی نگو؟ بله گفتم چیزی نگفت؟ باید میگفت؟ نمیتونم. شاید نه. خوش آمدید. عمل چی شد؟ شاید تا هفته دیگه آزاد بشی، نه؟ خدا میتونه. بازم نمیخوای خانوادت با خبر بشه؟ دست بردار. میبینی اونا حتی فکر نمی کنن من گم شده باشم. هر دوشون فکر میکنن من فرار کردم. چقدرم بخشش میکنن. بالایی از مادرته، نه؟ نگران چکیه که پیش من داره.
بالاخره مادرته. پدرمو چی میگه؟ اون خیال میکنه پسری که موتور سواره همه چی داره. ناصر چقدر خوشبخته. دو استمداد اونم توی یه صفحه زیر هم. اونا چند ساله که از هم جدا شدن. پس چی رو با هم آگهی دادن؟ شاید فکرم اثرش بیشتره. تنها هم بذاره. خواهش میکنم. ببینم چجوری منو شناختی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. قبول باشه. اللهم صل علی محمد. قبول باشه. قبول باشه ان شاء الله. ما هم دعا کنید. التماس دعا. قبول باشه انشاءالله. قبول باشه انشاءالله. التماس دعا. مارم دعا کنید. قبول باشه برادر. قبول باشه. تقبل الله. مارم دعا کنید. قبول باشه. چند دقیقه وقت داری؟ چرا ندارم؟ احمد صالحی چطوری تو؟ فکر کردی بازم شیرجه میرم دیگه. گذشت بازم اومدی عیادت من؟ تو که هنوز اینجایی؟ منتظر تو بودم. خب تعریف کنم ببینم چه خبر از خودت از بچه ها؟ بچه ها همه سر کیفن. خطو تحویل دادین؟ نه دیگه نه. غیر از تو کسی دیگه یه اینجا اومده؟ نه زخمی کمه، فقط اینجوری یه چند تایی هستن. کجا؟ توی بیمارستان دیگه. منم اونجا بودم، به خاطر دستم فرستادنم اینجا. صبر کن ببینم. بازم سنتاق شروع شد. تو چرا اینطوری؟ بسرم
قصهش مفصله. میشه چرا اینجا وایسادی؟ چیزی نیست. تو پسر منو میشناسی؟ پسر تو؟ همون که اینه که سیازده اون پسر منه. من دو تا پسر دارم، اون یکی هم الان تو جب هست. بابام اومد. بیا بریم با پسرم آشنا. کی؟ پدرم. بنده خدا خیلی تو زحمت افتاده. دوست تو دوست اونم داره با کی حرف میزنه؟ اصلا همه با هم برادری. سلام علیکم. سلام از ماست، چطور احوالتون؟ سلام علیکم. پسر جون، این بنده خدا رو تنها گذاشتیم نشستیم با هم حرف میزنیم. من نمیدونستم. حالا اونجا اینجا. سلام خبی. سلام. شما از چشمه ما سوء استفاده کردیم. نه نخواستم مزاحم شما بشم. بشین پسرم بشین. یا الله. همون عطر همیشگی. احمد تو این عطر از کجا میخری؟ اینجا دیگه بگو. این عطر من نیست، مال این بنده خداست. نه من اشتباه نمی کنم. سایت یادت رفته؟ اگه این بو رو نمیشناختم محال بود بفهمم زیر اون سنگر دفن شدی. اخوی جدا این عطر مال خودتونه؟ تو هم دیگه ول نمی کنی بابا. بگو کی شیمیایی زدن. موقع عقب نشینیشون راحت داشتیم تیول عرض میکردیم، یهود همه دهن افتاد که شیمیایی زدن. نامرده این همه تیر و خمپاره میریختن، وقتی دیدن کارساز نیست شیمیایی زدن. دست به کیف ماسک بردیم، یه دفعه فهمیدم کیف ماسک من پاره است. یعنی چی؟ انگار خدا نخواسته بود چیزمون بشه. ترکش خمپاره درست خورده بود به کیف. ظاهران اگه کیف با ماسکش نبود مأموریت منم تموم شده بود. ولی اون کیف از طرف خدا مأمور بود که جون ما رو نجات بده. کارای خدا اینطوریه برادر. بله اگه بخواد. ببخشید من یه کاری دارم باید برم. کجا؟ حالتون چطوره؟ خوبه. ایشالا کی مرخص میشید؟ همین روزه. سری به ما بزنید. یه اینه چقدر میشه؟ چی داری میگی؟ پرسیدم کرایه اینه چقدر میشه؟ بریم همینجا معامله میکنیم. این بازی تا که یه دمه داره؟ تو کی هستی؟ خدا تو کی هستی؟ بریم بیرون. چطور من اینجا کشوندی؟ اصلا چرا؟ آروم باش. و
ورقه تعاون چی شد؟ بریم بیرون. تو رو به همت پسران قسمت میدم این جوان ها رو که فقط به خاطر حفظ اسمان با سلاح الله اکبر با این کار کار میدونم.
علی یکی از بچه های گردان ما بود که بعداً راننده ی آمبولانس شد. اون شب سراسیمه اومد تو اتاق و جریان رو به من گفت. اون من از کجا میشناخ؟ چرا اصلا میخواست به من کمک کنه؟ اون قبلا تو رو نمیشناخت، ولی تقریبا از ظاهرت معلوم بود که کی هستی. اینکه چرا کمکت کرده همینقدر میدونم که ترس داشت اون وضع شلوغی بیمارستان که مجروحای جنگی اولویت داشتن تو رو تحویل نگیرم. چرا وقتی عمل شدم حقیقت رو نگفتی؟ به همون علت که تو نگفتی. یادم میاد یه روز علی پرسید چشماش میبینه؟ وقتی گفتم آره، سرشو بالا کرد و گفت خدا کنه درست ببینه. منظورتو نمیفهمم. منم اولش نفهمیدم، ولی وقتی چشماتو دیدم فهمیدم علی چه فکر خوبی کرده بود. اینجا برام برزخ بود. خدا رو شکر که میگی برزخ بود. اون بچه چی میشه؟ توکل به خدا کن، بعدن میریم سراغش. اون آینه رو بدید. بفرمید. خوبه؟